به ادامه برنامه چاردیوالی از شبکه جهانی آریانا، بیننده های ارجمند خوش آمدین. میریم طرف مهمان بعدی برنامه، سر میزنیم به کشور جرمنی و حال احوال یکی دیگر از هموطنان عزیز ما را میگیریم. ایشان آمد تیمور نام دارند. چند وقت پیش مصاب به ویروس کرونا یا کووید 19 شده بودند که موفقانه تانستن این ویروس یا ای بالاخره کووید 19 کرونا را شکست بتن و دوباره صحتیاب شدن. امروز میخوایم از تجربیات ایشان هم ما استفاده بکنیم و بشنویم که کدام رهیافت ها و رهکارها را در پیش گرفت تا آقای آمد تیمور ویروس کرونا را شکست بده. جناب تیمور صاحب سلام بر شما. السلام علیکم جناب آصفی، به شما و جمله همکارایتان و ملت عزیز افغانستان. امید که صحتمند و جور باشین. بسیار تشکر و علیکم سلام و رحمت الله و برکاته. جناب آقای تیمور، در آغاز اگر بر ما بگوین که چه زمان شما مصاب به ویروس کرونا یا کووید 19 شدین، علائم ابتدایی در وجود شما چی بود؟ جناب آصفی، تقریبا حدود 3 ماه پیش از اینکه در جرمنی قرنطینه اینا شروع شود، دیگه 29 یا 28 فوریه بود، علائم بسیار خفیف داشتم من. بله. تفاوتش رو به این احساس کردم که نظر به مریضای قبلی که خب تو ریزش طبعا 3 روز بوده، از من تقریبا 7 روز 8 روز دوام کرد. 7 روز 8 روز دوام کرد. من تو علائمی را که من در چین میخوندم از ماه دسامبر ایل خودم تعقیب داشتم که چی با مریضی هست، از کجا چیز کرده. نفس تنگی الحمدلله نداشتم و بسیار نرمال بود. فقط او استفاده کرده رفتم و در جایی که بودم از چربی استفاده نمی‌کردم و روز هفتم هشتم به دکتر رفتم. به دکتر که رفتم و اونا گفتن که شما نرمال هستین و چیزی مشکلی نیست. دیگه پیشنهاد ما این بود که اگر خونتون رو تست بکنیم. من گفتم اگر دکترها مصاب باشن این مشکل کجا حل بکنیم. تصادفا دوستای دیگر من نظر دادم که تست نکنین، میشه خود دکترها مصاب نباشه که شما در جریان هستین. که از روزم ازنا وقتی که باز چک کردم خودم، هم دکترم مصاب بود، اما فضل خدا من بسیار با یک حالت نرمال دیگه اصلا فکر نمیکنم که کدام مریضی شدید ما داشته باشم. فکر میکنم یک تب نرمال است و او استفاده زیاد کردم جناب وظیفی. بله. شما رسما تست نکرده بودین، یعنی فقط وقتی که علائم در وجودتان پیدا شد رفتین خود را قرنطین کردین و فهمیدین که کرونا هستین؟ بله. شاید هم در این ایالتی که ما زندگی میکنیم از اولین نفرهای 11 نفره که بودیم شاید ما بوده باشیم، اما من تست نکردم. یکونه چیزی هم که پسان نتیجه داد و همین کشورم پسان پیشنهاد کردن که باید همه تست بکنه، اما مردم گفتن ما تست نمی کنیم. یکونه سبب موفقیت کشور جرمنی هم که مصاب پایین بود و مرگمیر هم پایین بود همین بود که اما خود هر کس قرنطین کرد و ما تست نکردن. از تست یک ذره نیف هم دوری کردن، چون همون کیتایی که در چین هم برآمده بود به انتسان اینا رفته بود، گاهی منفی گاهی مثبت نشان میداد، چیزایی درستری نبود. جناب آصفی، اینجا متاسفانه حال یک مشکل دیگه که به وجود آمده جناب آقای تیمور، خلط ساختن مورقه و ملاریا با کرونا است. متاسفانه تعداد از دکتر سایبایی که در افغانستان است درست تشخیص نمیکنند. حتی به بعضی دوستا و رفقا خیش و قوم اینا دوای مورقه دادن که ما اکثر از دوستایمون را به می خاطر از دست دادیم که دوای ملاریا و مورقه گرفته بودن و در عین زمان اونا مصاب به کرونا یا کووید 19 هم شده بودن. پیش دکتر رفته بود، اونا گفته بود ملاریا است، یک دکتر دوای ملاریا را داده. پیش دکتر دیگر رفته، او گفته نه ملاریا نیست، مورقه است، او دوای مورقه را داده و در عین زمان هم کرونا داشته. در این مورد نظر شما را میخواستم که پیام شما چی است پس به این تعداد هموطنان عزیز ما، وقتی علائم ابتدایی کرونا که همان سرفه خشک، سردردی، گلودردی، جاندردی و بیحالی و تب در وجودشان پیدا میشه و دیده میشه، خود را باید قرنطین بکنه و به این بالاخره به این نتیجه برسه که کرونا گرفتیش. بهترین نظر شما اشاره کردید. من میخواستم در این باره صحبت بکنم جناب آصفی، خصوصا در افغانستان. همونطور که قبلا اشاره کردم از ماه دسامبر من دکتر نیستم، اما با این مریضی یکقدر تحقیقات کردیم، بسیار چیزایی را ما پیش خود یعنی تجربه کردیم از موال شروعش. فعلا در افغانستان هوا گرم شده، بعد از ماه رمضان ما پیشبینی میکردم که مصاب به دیگه مریضی زیاد میشه، اما این را خلط میکنن به این به خاطر که از چربی استفاده میکنن، گرمای هفته و هست این چیزا با یکی دیگه یک جایی میشه و سبب امودلبدی و سبب با مذرت استفراغ چیزا میشه. اینا فکر میکنن که مصاب کرونا هستن، در حالی که مرض کرونا در درجه 21 22 درجه گرمی اصلا از بین میره. ایران ما در افغانستان 33 درجه گرمی داریم. این از برای خدا دیگه کجا شده؟ همش هم علائم هست که اگر فکر شما باشه دوایی که در امریکا به خاطر ملاریا و چیزا استفاده میکردن به خاطر کرونا، این دیروز بند کردن، مجوزش دیروز بند کردن. ما تحقیق کردم
ما به پیشنهاد ما به دوستان همی است که چربی را کم بخورن، تست خود زود نکنن، ایره خلط نکنن دکی دیگه. علائم کرونا این نمیست که نفس تنگی بسیار شدید می باشد. کسی که نفس تنگی بسیار شدید گرفتش یا نفسش قید می شد میتونه به دکتر مراجعه بکنه یا بالون بگیره. در غیر از او با دلبدی هادی و با چیزایی که علائم دیگری که از ملاریا از مورقه است که فعلا سیزنش در افغانستان است. بله. اگر بسالم شما دمی تایم کنترل بکنین کرونا خود وین میره پس پیش. اما امی علائم همیشه هست. دمی تایم گرمی فکرتون باشه که مود کنول بسیار بود. کنول می زدن دیگه. اما او وقت چون رویه بود میفهمیدن که یک مریضی نرمال است، هیچ کس رویه خود از دست نمیداد. حالا چون کرونا است یک ذره ترس میکنن رویه داشته باشن و یک چیز دیگر اظهار میکنم که خداوند لطف کرد که ما این رو پیشتر گذاشتیم. شکست ایره هیچ کسی داده نمیتونه. چون آفت بلایی هست. ما میره میتونم بگیم که بگیم خداوند ما را شفا داد. هیچ کلمش خوبتر است. وزیر صاحب ما هم گفتن که است. چون در این کشورها اگر فکر شما باشه صدر اعظم انگلستان و دمی کسای دیگه گفت شکست شکست اونها رو بیشتر دولت خراب بود. بله. در قسمت از اینکه گفتم وقتی که جایی که مریض می باشه کسی مصاب میشه اتاق کلینر رو باز بانن جریان هوای تازه رو بانن که بیه. جریان هوای تازه بیشتر فایده داره. خب. و هر سو با چاش 20 ثانیه 30 ثانیه طرف افته و سعی بکنن. پیشنهاد ما به می است به وزارت صحت عامه و دوستای دیگه که لطفا از کیتای درست استفاده بکنن و دوستایی که مصاب نیستن نفس تنگی ندارن اصلا تست نکن. این یک مود نیست. این به وطن فقیر ما شما مشکلات دارد. امو کسایی که مستحق است بانیم که با ما امو امکانات برای ما دسترسی پیدا بکنن. در غیر از او از چربی زیاد از گوشت استفاده نکنن. شما میفهمین که این آفت یا این بلا از جای حیوانی خیست. دیروز هم در پیکن اون جای قرنطین کردن. از گوشت چند روز اگر استفاده نکنن خوبتر از تمام گوشت ها یا تنها گوشت مرغ؟ میگم از تمام گوشت ها. حتی نظریات را من نو خواندم که گوشت های مرغ یک زدگی حین همون کرویات را که در کرونا هست در وجود داره. اینه من کدام تجار نیستم که تبلیغ بکنم، اما من به درسوزی مردم خود میگم. آزارم نمی شدم تا امروز من میره صحبت بکنم در وطن مادر ما مریض است، خدا شفا بدهش. از اونا چیز دیگه بود، ملاریا بود. اونا وارخطا نشدن، سنشان هم بالا است، اما الحمدلله بیبود است. در پیش مامایم است، روز به روز بیبود شده میره. من همین رویه را به مردم میتونم که فقط توکلتون به خدا بکنین، دعا و نمازتون بکنین. ای در گذرا است. در افغانستان هم در حالت ختم شدن است. در دیگر جا هم دورش 2 ماه است. ای جسی ماه است هیچ خلاص نمیشه. به خاطر از اینکه خلط کردن امراض به کی دیگه. خلط کردن خلط نکنین. اینی گفتنی ما بجنا وظیفی. سلامت باشین جناب آقای تیمور. بعضی ها روحی خود را میبازن، خصوصا در افغانستان صرف همین نام کرونا یا کووید 19 اینا را میترسانن، اما از لحاظ روانی شما وقتی روحیتان را ببازین شما را استرس و استراب میگیره و به مرور زمان شما از بین میرین. پیام شما به او تعداد کسایی که ویروس کرونا برشان کشنده و سخت تعریف شده و فکر کرده میکنن که اگر کرونا گرفتشان دیگه از بین میره چیست؟ ایره من خدمتتون عرض بکنم، چون کمی تحقیقات در مسائل روانی و روانشناسی هم کمی دارم. اصلا می مریضی کرونا 3.4% کشنده است. اونا هم به کسایی که مشکلات های بسیار دیگه مریضی دارن که خودتون در جریان هستین. فقط ما در کشوری هستیم که دوستا که تمام روز می برآمدن هر روز انفجار بود. ببینین دو حالت هیچ کسی روی خود دست نمیداد. با شما قهرمانان و تاقایی که هستین یا دیگه دوستایی که کار میکنن تمام روز اطلاع رسانی میکنن، در او حالت انفجاری ها که نترسیدین، از این چیزا اصلا نترسیدین. ما میگیم یک مرض بزرگ است، اما ما میگیم که خداوند ما بزرگتر است. روحتون اصلا شاد داشته باشین، هیچ سر چیز رای نزنین، تفکر اصلا نکنین. همین در جایی که هستین اطفال زود مصاب نمیسازن. من چیز دیگر براتون بگویم که اطفال مصاب نمیسازن، خود مصروف بکنن. همه تو حالت اگر هستن زیادتر آیات قرآن بشنوان به گوش خود. فقط دیگر اصلا هیچ تشویش و ترس نداشته باشن. در فضاهای باز اگر میتونن کسایی که گشت و گذار کرده میتونن با وجود که مصاب است در باغ و باغچه بگردن، با گل صحبت بکنن، با درخت صحبت بکنن، ببینن که اونا مخلوق خدا هستن. باز هم میرم میگم در اون ملکی که 40 سال مردم از بم و راکت نترسید، رفت یک لقمه نان خدا پیدا کرد، از امراض خاصا با ترس نداشته باشه. جناب آقای تیمور، شما در جریان صحبت هایتان گفتین که باید چند دقیقه هم به آفتاب ببینیم و یا آفتاب را بگیریم. ما هدف از ویتامین دی هست. در جرمنی خو آفتاب زیاد نیست، یعنی 5 دقیقه باران است، 5 دقیقه آفتاب است، 5 دقیقه ابرالود است هوا. اونجا شما چی کردین؟ اینا ما برای شما بگم که تصادفا هم امسال دعای کدام بندای نیک خداوند بود، امسال از وقتی که اینجا قرنطین شروع شد هر روز هفته بوده. خب شما میتونین چیکار بکنین؟ هر روز هفته بود و ما دمای جنوری پیش از اینکه بیاید
همونطور یک الهام برای ما شد، ما یادداشت دارم تمام شد و تاریخوار با فرصت صحبت میکنیم. یکی هفته با ما پیشنهاد کردم، میگه با مکاتب گفتم، با دوستا گفتم که از ما اطفال مکتب میگن، اما اونا تطبیق کرده بودن. وقتی که شما به هفته سعی میکنین از سم عبرتان از سک میزنین، فضای مزرعه از وجود شما مبره و دیگه به ضرور هر چقدر میتونین آب استفاده بکنین. آب همین دو سه از سه که به هفته شما میزنین، شما بفهمین که برای یک هفته اصلا چی شدین و خواهی شدین. و پیشنهاد دیگه ما این است که به شاروالی کابل و به وزارت ستامه افونی زیاد جای را نکنین، به خاطر که اگر سایه قید شوه همین خود مواد افونی رو که میزنین اینمش اینمی باعث نفس تنگی میشه. چیزی رو که دیگه یا شروع کردن با آب بشوین، آب ایره بسیار زود فاک میکنه. جایی که اگر ویروس است امیر ما برای از اونها چلنج میتونم می دوستا، جایی که ویروس گرفته شده او رو ببینین با مواد افونی هم پاک بکنین، با آب هم آب زودتر رو پاک میکنه. من نظریات به این خاطر قبلا شریک نمی ساختم که دنیا در حالت توطئه بود، بود می گفتن که هر نظریه خودم میتونه. خوب شد که من امروز با شما از طریق تلویزیون وزین آرینا شریک ساختم. دیگه هر جای کس با آب زیادتر بشوین با آب. و کسی هم اگر میگه چطور من برای شلن میتونم، چون از ماه دسامبر میره فقط تعقیب کردیم تا روزی که خودم یک جشن روز نوروز که گرفت، منم اصلا فهمیدم کمی بود، اما فامیل ما تا امروز خبر نداشت. نه من در مصاحبه با شما گفتم با خاطر روی وطنم، برای جانم دلم خدای وطنم باشه به هر صورتش. جناب آزوی آفتاب دو بار سه بار سعی بکنن و عدسه بزنن، عدسه که زنن با سعی بکنن دو عدسه می عدسه که برآمد اما وجود چیزای مضری از وجود خارج بشه. یعنی بیشتر از چربو استفاده نکنه، گوشت هم استفاده نکنه برای یک مدت. به نظر من دمی دمی گرمایی که هست هیچ از گوشت استفاده نکنن. من پیش از عید وقت 2000 مصاب در حدود 2000 بود، ما با دوستا شریک کردیم، اونا یادداشت دارن، من گفتم که بعد از عید زیاد میشه به خاطر اینکه خلق میکنن، مردم از روزه سه وقت نان میخورن، خصوصا از طرف شب. همین پیشنهاد ما از دوستای ما که از شام به بعد نان نخورین به خاطر خدا، هم وزنتون زیاد میشه، هم خلطه خون زیاد میشه. همین خون وقتی که غلظت پیدا کرد، خود همین علائم کرونا می است که در سردی خون غلظت پیدا میکنه، خون که غلظت پیدا کرد حرکات به طرف شش سطحی میشه. همین رقم در وقتی که گرما باشه با این خون جریان زیادتر میشه. وقتی که چیز چرب ما میخوریم فشار سر جایی میاد که اون عمو مسائل مراقب و مصاب میگن که دکترای متخصص میفهمن. بله. این رو احتیاط در کاری استفاده بکنن، هاو یخ زیاد استفاده بکنن. من پیشنهاد میکنم هاب زیاد استفاده بکنن، هاب از همه چیز کردیر پاک میکنه، هاب پاک میکنه. و کسی که گشت و گذار کرده میتونه هاب که استفاده کرد قدم بزنن، قدم بزنن با درخت، با فقط با اسکار خداوند خود مصروف بزنن. گفتم اون مملکت قهرمانی که از انفجار نترسید، از چیزا خو هیچ وقت باید روی خودت نترسید، ان شاء الله در گذر است. دعا بکنن، نیتای خود نیک بکنیم، اتفاق دعات مردم نصیب بکنه. ما فقط توجه به روی خود به خداوند بکنیم، این چیزا ان شاء الله گذشت میکنه با قدم سال امگی بخیر در امان خود خداوند باشه. بسیار تشکر جناب آقای عامد تیمور از جرمنی که حاضر شدین به برنامه چهاردیوالی مصاحبه بکنین. ممنون و مشکورتان هستیم. لطف کردین جناب آصفی، کامیاب و سلامت باشین، به با امید صلح و دیدار بخیر ان شاء الله. خدا نگهدارتان. با من خدا. این در ارجمند جناب آقای عامد تیمور بود، فرد که دوباره صحتیاب شدن از ویروس کرونا یا کووید 19. میان برنامه کوتاه پس از او با مهمان دیگر صحبت خواهیم کرد.